صبح دوشنبه از یک سو جشنواره کن خبرهای نگفته بسیار دارد، چه از هیئت داوران که نگاهشان بر فیلم ها بود، چه وقتی نهار سنتیشان را بر تپهی مشرف بر شهر کن در مراسمی ویژه صرف کردند، و چه زمانی که فرش قرمز را برای آخرین بار بالا رفتند تا کمی دیرتر نام برندگان در بخش مسابقه را به اطلاع عمومی برسانند، تا که امسال برنده جایزه نخل طلایی با شنیدن نامش این گونه خوشنود شود. اما خبرها فقط جشنواره کن نبود. پایان نشست G7 که حرفهای خودش را دارد، و یا که امروز ملاقات آقایان پوتین و مکرون. بسیاری در زمان رقابت‌های انتخاباتی در فرانسه آقای مکرون را ناپخته و عاری از آگاهی‌های سیاسی می‌دانستند. اما آقای مکرون در کمتر از 20 روز نشان داد، چه در ملاقاتش با آقای ترامپ در G7 و حالا با آقای پوتین، می‌داند چه می‌خواهد. قبل از نگاه اصلی به موضوع حضور آقای پوتین در پاریس، از هم اکنون خبرهای حاشیه هم بسیار دارد. تظاهرات هواداران اوکراین و یا به احتمال حضور افراد گرین پیس و یا زنان فمن که با برهنگی سینه‌شان طالب خواسته های انتظاریشان می شوند. اما همه می دانند آقای پوتین را از این گونه حوادث باکی نیست. اما موضوع واقعا جدیتر از این هاست که خبر را به طنز دنبال کرد. در دوره آقای اولاند روابط فرانسه و روسیه واقعا رو به تیرگی گذاشت. در انتخابات اخیر هم روسیه بیشتر مایل به پیروزی خانم لوپن و یا آقای فیون بود. به هر حال در دیدار امروز در کاخ ورسای تدابیر امنیتی شگفت‌انگیز است. آقای مکرون ساعت 1:40 به ورسای می آید، 5 دقیقه دیرتر آقای پوتین خواهد آمد، 40 دقیقه گفتگوی 2-2 و سپس ساعت 2:30 صرف نهار، که از آن پس در ساعت 4 بعد از ظهر کنفرانس مشترک مطبوعاتی و سپس بازدید از نمایشگاه تزار روسی پیر لوگراند که گفته می شود دلیل اصلی حضور آقای پوتین است. باید گفت محل را نه آقای پوتین و نه آقای مکرون انتخاب کردند، بلکه سفیر روسیه در فرانسه با تیم شغلی آقای مکرون این مکان را انتخاب کردند. کیست که باور کند دلیل اصلی حضور آقای پوتین افتتاح این نمایشگاه و یا کلیسایی است که آن را در پاریس افتتاح خواهد کرد؟ از سر تصادف 3 ماه پیش برای برنامه زیر آسمان پاریس از این کلیسا بازدید و گزارشی را برای برنامه زیر آسمان پاریس تهیه کرده و در ماه آینده آن را خواهید دید. از سر تصادف باز هنگام خروج درب کلیسا بسته بود. گفتگوهای امروز قطعا سوریه، اوکراین و مبارزه با تروریسم از موضوعات اصلی است. بد نیست بدانید که در آخرین لحظه در ایتالیا آقای ترامپ شماره تلفن همراه خصوصی مکرون را از او گرفت و بالاخره به سیاست متصلیم، و اگر بخواهیم فاصله بگیریم این فیلم کودکان سوریه را ببینیم که نمایشنامه سفید برفی را در معصومیت تمامشان در آنجا به روی صحنه آوردند. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس که سفرها کرده ایم که سفرها کرده